بشم اشم نسله به نسلی اخت تراسی بالانو مشه مراشاق هیلت یعقوب بذرت اشمید بارخ. رسیدیم به صفحه 232 از کتاب یرقوت یوسف شماره 2. یک کوچولو بر میگردیم از سیمان تاب رش یودداله 614 دین سیخا به یومکی پوریم. قانون سیخا در روز کیپور. آلف میفرماید که آسور لاسو خفیلو مقصد گوفو، آسوره که بیاد و روغن مالی کنه حتی یه مقداری از بدنش. و گفتن خخامیم سیخا در روز کیپور مثل نوشیدنه، روغن مالی کردن مثل نوشیدن حساب میشه. چرا؟ چون پاسخ داریم براش. و تو با کمین به قیبه و خشمن به اسموتا و می آید چون آب در میانش و چون روغن در استخوانهایش. و تا اینو ساخت، حتی اگر روغن مالی هم نمی کنه بلکه برای اینکه زحم و کثافت رو دور کنه بازم آسوره. خب پس اینجا یاد گرفتیم که یه قسمت از بدنش هم روغن مالی نکنه، چون روغن مالی مثل نوشیدنه و حتی اگر میخواد کثافت هم رد کنه بره بازم نکنه. بیمار یا کسی که قطاتین بره شوق، یعنی به اصطلاح شوره داره در سرش، متعالا سوخ مجازه که روغن مالی کنه، به خاطر اینکه این حوصله تنوک این رو برای لذت انجام نمیده. و اینو رق میمقوم شنوعگیم لاسوخ به خل به کیاسه بازه، یعنی فقط در یعنی فقط در مکانی که راست دارن که در هفته هم روغن مالی کنه و در امثال این. پس اگر هفته روغن مالی میکنه میتونه روز کیپور هم اینجا به موهاش بزنه که شوره داره مشکل داره. اگه نمیزنه پس مقام نزنیم. شماره گیمل میفرماید که هفت میقار دین نیز از اصل دین بچه ها مجازه که بشورنشون و روغن مالیشون کنن در روز کیپور. دستمند و بیزمنازه که با نهگو اکل اخمیر بازه، در این زمان دیگه رسم دارن که سخت بگیرن در این موضوع. کن کاتبو اینطور نوشتن، اینطور نوشتن اخرانیم که بیزمن از این عروف اختصاریه چه بیزمن از که در این زمان اینو اگه این دیر خود رست دادن که بشورن و روغن مالی کنن بچه ها رو در هر روز ونل رو خسا و نمیشورن اونها رو روغن میشونم نمی کنن در روز کیپور. پس بنابراین حالا بقیهش هم بخونیم که یه بارگی توضیح بدیم. امیه و نیره و به نظر میرسه که پاشوت معلومه که اگر کثیف شد بچه با گل یا با کثافت، یعنی مدفوع کرد، اوتاره که بشورنش توسط اسرائیل بزرگ و این گونه ارتباط سختگیری هم نداره. اینجا توضیح میدن که از اصل دین، از اصل هلاخا بچه ها رو میشه بشورن و روغن مالی کنن در روز کیپور، ولی امروزه دیگه چنین رسمی نیست. در امروزه چنین رسمی نیست و سخت میگیرن، یعنی بچه ها رو هم نمیشورن و مزالک اگه کثیف شد میتونه بشورتش، یا کثافت کرده، کثیف کرده، مدفوع کرده میتونه بشورتش و هیچ اشکالی هم نداره. اینم نکته که از دیشب ما گفتیم خدمت سرورانمون. خب می فرماید که سیمان تارید دین نیلت از سندال بیومکی پولید. لازم نیست، لازم نیست، نه نه کوله نخواه، نخواهی نمیخواه نیسته داشتن میخواه. آسوره که میخوایم در مورد یکی از کارهای ممنوعه شبات پوشیدن کفش چرمیه، میخوایم ببینیم این
چه حد چجوریه نکاتش جزئیاتش رو میخواین یاد بگیریم. میفرماید که آسوره که بپوشد کفش چرمی یا صندل از جنس پوست، از جنس چرم، در روز کیپور حتی صندل چوبی هم که باشه که پوشیده شده با پوست، اینم آسوره. و فیلو و حتی اگر میپوشه بر جوراب هم آسوره، یعنی کفش چرمی رو روی جورابش میپوشه، بازم اجازه نداره و مجاز نیست. و کفشای لاستیکی گومی، نعل گومی موتارین، کفشای لاستیکی هم مجازه. بخیم نعل اس، کفش چوبی هم مجازه. بشل بگت، کفش پارچه‌ای هم مجازه. بگت یعنی پارچه‌ای. شر قش یارس که اینک سختی زمین میرسه به پاش، اون مرگیش و احساس میکنه که اون یاخف، یعنی به اصطلاح پا برهنه است. یاخف یعنی پا برهنه. یه خوریم افلاست با هم رشوت عربیم و میتونن نیست که خارج بشن به رشوت عربیم. به نعل اس و کفشای چوبی که از در اونها رسوعا شل اور، یعنی تسمه پوستی داره، بهش میگن قبقب، اصل مجاز میکنن که بپوشه. به خنی قار و همینطور اصل حلاخاست. او خلزه این کلف دل بین ایشلیشا، و در تمام این فرقی بین مرد و زن نداره. خب ببینیم چی گفتیم. میفرماید که پوشیدن کفش چرمی روز کیپور و شب کیپور آسوره. صندلم که اگه از چرمی آسوره، ولی کفش چوبی اگه چوبیه پوشیده شده با چرم، بازم آسوره. حالا اگر جوراب پوشیده، دقیق میفرمایید، جوراب پوشیده بعد کفش چرمی پوشه، بازم آسوره. کفش لاستیکی و کفش چوبی و کفش پارچه‌ای هم مجازه. میخوایم که سختی زمین به پاش برسه و میتونه که بیاد بیرون به رشوت عربیم. وقت کفشای چوبی که تسمه چرمی داره، بعضی ها مجاز میکنن و میتونه اصله، و فرقی هم بین مرد و زن وجود نداره. حالا این کفش قبقب، حالا من نمیدونم جای دیگه دیدید شما یا نه، ولی اینجا میفهمد مجاز میکنه. کفش چوبیه ولی تسمه چرمی داره. خب شماره بت نخر شرب بو انیخشالیم، خاطر که زیاد هستن اونهایی که لغزش پیدا میکنن که برن با کفش چرمی در روز کیپور. بنابراین لازمه که تذکر بدن، بیدار کنن، لعورر بیدار کنن مردم رو بر این، و مینهای ماست که اعلام کنن در شب کیپور که قبل از بیشیواش المعلا که هر کسی که با کفش چرمی اومده کنیسا نادانسته، از بدون اطلاع از سنگینی این سور، ازش درخواست میکنن که دور کنه فوراً کفش چرمی از پاش. و زبان نرم تشبر گارم، یعنی استخون رو هم میشکنه. پس چون که هستن افرادی که مطلع نیستن، آگاه نیستن که کفش چرمی نباید بپوشن، شب کیپور اعلام میکنن قبل از بشیواش المعلا که هر کسی که کفش چرمی پوشیده در بیاره، و با خوبی و با نرمی و درستی میگن. خب شماره گیمل میخونیم. یه شمریم اصلا که میگن شهن نوعلین، اونایی که میپوشن کفشا در روز کیپور میگذرن بر ایسور یه سی اوت حمل و نقل در مکانی که عروب نیست. بعضی اختلاف داره و به خنی قار و اصطلاحا همینه. یعنی بعضی ها میگن کفش چرمیه
علاوه بر مشکل کیپور مشکل یه سیوت هم داره و بعضی ها میگن نه اینجوری نیست و علاخام همینه، یعنی مشکل یه سیوت نداره، فقط ممنوعیت روز کیپور داره که یکی از کارهای ممنوعه روز کیپور پوشیدن کفش چرمیه. خب بریم سر دالت، صحیف دالت، صحیف چهار. ایولدت یعنی زنی که زاؤه، تمام 30 روز بعد از زایمان مجازه بپوشه کفش های چرمی. و همینطور قانون برای بیمار، با وجودی که سکانا نداره یا کسی که داره مکاب رگلاب یعنی زخم ضربت تو پاش، پس زن زاو تمام 30 روز بعد از زایمانش مجاز کفش چرمی بپوشه و بیماری هم که خطر نداره، همه جای جونش درد میکنه یا ای که پاش زخمه میتونه کفش چرمی بپوشه. پس اینجا ما دو تا استثناء یاد گرفتیم، یکی زن زاو تا 30 روز، یکی هم بیماری که بی خطره و کسی که پاش زخمه و جراحت داره. شماره ه، این بیار دوگ شامی اگر بارون اومدن واره، خب آموز رفش به تیت و خیابون انباشته شده از شلو گل، گل و لای، رفش به تیت یعنی گل و لای، و میخواد بره کنیسا مجازه که بپوشه کفش چرمی بره تو خیابون و فورا موقعی که رسید به کنیسا بکنتشون. همطور اگه میخواد وارد بشه به کنیسا و اون سنگ فرش تمیز نیست مجازه بپوشه کفش چرمی تا اینکه از کنیسا بیاد بیرون و تمام این موقعیه که کفش پارچه‌ای، کفش کتانی نداره. خب ببینید اینجا یک استثناء دیگه، بارون اومده خیابون پر از گل و لایه، میخوام برن کنیسا، چیکار کنه؟ میتونه کفش چرمی بپوشه وقتی کفش دیگه ای نداره، کفش پلاستیکی، کفش پارچه‌ای که بتونه اونجا بپوشه نداره، مسئله نیست. و موقعی که رسید به کنیسا در بیار. حالا مدید کنیسا، کف کنیسا مثل امروزه نبوده که کف کنیسا سرامیکی باشه و چیزای خوب باشه، اونجا تو کنیسا تمیز نبود، میتونه بپوشه وقتی تو خیابون اومد دیگه کفش پارچه‌ایش میپوشه تمام، یا کفشی که کفش دیگه ای باشه تمام این موقعی که کفشای پارچه‌ای نداره، یعنی وقتی که کفش دیگه ای داره که بپوشه که نباید کفش چرمی بپوشه، حتی اگر گل و لایه. کسی از سروران نمیخواد بخونه؟ عزیزی سلام علیکم. سلام به خواب تو، بفرمایید ازم، بفرمایید بخونید در اون ازم. بله ازم، بله، صفحه رلک 233 ازم، شماره واب بفرمایید، شماره واب. عزیزی بخیر، یه سوال داشتم. بفرمایید. عزیزی این کفشای فوتبالی که پارچه‌ایه، خب اینا تهیه اینا مجازه بخوان بپوشن؟ بله، کفش پارچه‌ای که کفش کفش اینا معمولا چرم نیست، کفشای پارچه‌ای کفش فومه یا چرم نیست معمولا. پلاستیک مجازه؟ بله پلاستیک، پارچه‌ای حتما. ادامه بدید ازم. شماره باب. نه نام مختیم به یا مکی پوریم، کفشای پوستی ممنون نیستم، مختیم نیستم در روز کیپور، اون مطال تحصیل و مجازه که جبه جاشون کنه سیفنه شره اویم لین ال آتام میشون فتنت اقراب، به خاطر اینکه شایسته هستن که بپوشه اونها رو به خاطر خطر اقراب، این هم میفنه شره اویم لخاله اگر همچنین یعنی یا ازم یعنی بله یعنی به خاطر این اینکه شایسته است برای خوله به خیر اویم هم للوکشان به مقام
رفیس وتینوفس و همچنین شایسته هستن آنها برای پوشیدن در مکانهای رفیس میشه چی؟ بله گلولای بله جبل جبل یسلخ لخو پاما به خاطر اینکه تضیف نشوند پاهاش قدم هاش بله پاما یعنی قدم هاش توضیح بدید اینجا میگه که کفش پوستی مختلف نیست در روزه که میشه جا به جاست بکنن به خاطر اینکه برای جلوگیری از سکانای عقرب مجازه که بپوشنش برای شخص بیمار مجازه که بپوشنش و جایی هم که گل و لایه برای اینکه قدماش کثیف نشن اونجا مجازه که بپوشنش بله ادامه بدید زنگ نعل گمی شدامیم هر به مرئیت هم به نعل لعور یعنی کفش پلاستیکی که شبیه هستن بسیار زیاد به شکل کفش های پوستی ال سوار بلست باهم بیوم حکی پوریم نباید ایسور نمی کنن که خواهد بشه با آنها در روز که پور میشون مرئیت ها این به خاطر مرئیت ها این شیخ شدو اتو تهونو ال نعل لعور که سوزن دارن به اون که پوشیده کفت پوستی به آخر سن علگامی ایلو نفوسین نهود به خاطر اینکه کفتای گامی یعنی کفتای پلاستیکی این کفتای پلاستیکی نفوسین هایی میشه چی؟ منتشر شدن زیاد بله میمیلا این لفتوش با هم میشون مرئیت هاییم و خود به خود نمی ترسیم در آنها به خاطر مرئیت هاییم بله توضیح بدید نمیگه کفشای پلاستیکی که خیلی به کفشای پارچه شبیه هستن آسونیست که بخواد خارج بشه با اونها در روز کیپور و به خاطر معید این هم که بخواهند بهش سوء زن ببرن مشکل ایجاد نمی کنه به خاطر که کفشای پلاستیکی خیلی زیاد منتشر شده و همه جا هست و خود به خود از معید این دیگه نمی ترسیم بله شماره خط مصور اما بیام حکی پوری از تاریم اختصوص شل اول لحگان می تنی هستینا به قوشته حقه حقه مجازه که بیست در روز حکی پور و این کاریم میشه چی؟ کاریم و کساتوت یعنی تشک و متکا بله تشک و متکای پوستی لحاگان که درست کردن آنها را به خاطر سینا میشه چی؟ لحاگن یعنی که به اصطلاح سپر بشه به خاطر سرما و سختی زمین بله اخ بشن افتاده فیلا لا یعماد الفر مختصد به ایفلل فقط در زمان فیلا نیسته بر تو شکم و تن تا فیلا بخونه که به نظر میرسه که میتگاهه این میتگاهی میتگاهی؟ کسی که گهوا میکنه تکبر میکنه توضیح بدید؟ نه میشه در روز کیپور برداشت و برداشت و مترکار که از پوست درست شده بایستن بخاطر این ولی در زمان سیلا باید بیاد از اینها بیاد پایین بخاطر که شبیه شخص متکبر نباشه بله درسته برای تفیلا ولی لخش روی این توشک و متکا با این هست همیست که میخواد که خودش بالا بگیره اگه میخواد سردش نشه زمین سخته و نمیشه وایستن اون مسئله این نیست ولی برای لخش نیسته روی دوشک و متکا شماره تت تت نخندخیم حقا تنیم حقا تنیم شیه خود به نعاله بعد بگمید
تربیت میکنن بچه ها رو که بروند با کفشای بعد یعنی سارتری و پلاستیک اخیم هم اخیم همچنین اگر که آنها میخورن این خوش سیم کل پر ایم لایه نعلو نعالی نعالیم همچنین اگر که آنها میخورن و نمیترسن این همه که بپوشن اگر بپوشن کفشای اگر بپوشن کفشا را دنیم بله میگه که بله میگه که تربیت میکنن بچه ها رو که با اونا هم با کفشای پارچه‌ای و پلاستیکی برن. خب اونا که چیز میخورن که اونا که تحلیل نمیگیرن کوچیکن. میگه نمیترسیم این همه اگر نپوشن کفش ها. به افش بیزمن هزه مطارم هم به نئیله پسنداد و همچنین که در این زمان مجاز هستن آنها در پوشیدن به پوشیدن سندل تو یعب نولاهم نهل گامی سیین هر دو اتنام به یوم حکی پولیم تا احساسی بخره برای آنها کفتی که بپوشن آنها را در روز کیپور به این نولاهم نهل گامی و اگر ندارن کفتی پلاستیکی یه اشتی سنوخ لاغیل لحن علی نهل اول بایستی که سبک بایستی دکیر کنن که لحاقیل سبک بگیرن که بپوشه کفشای پلاستیکی بیفراد این مزاگ حعبیر قارید به خصوص اگر این مزاگ میشه مزاگ یعنی وضعیت وضعیت هوا سرده بله و این حتی نو یه لخ یا خفت یه شنا خوش یا با لیده هستن نوت هستن نوت و اگر بچه بیره یا خب سرما بخوره پا برهنه بله بایستی بترسیم که میاد به حالت سرما خوردگی بخیر این یه بغیر وست مقام اشتباری زخوفتی سر حقا همچنین اگر هست در غیر وست میتیسی نزدیکی مکان در نزدیکی مکان شیوره شکسته های شیشه رو زمین یعنی اون دور براش شکستگی های شیشه از رو زمین بله خب تتو توضیح بدی برامون اینجا میگه میان و بچه های کوچیک رو هم تربیت میکنن که اینا با کفش های پارچه ای و پلاستیکی برن توی خیابون برن بیرون حتی با وجود که اینا خوراک هم میخورن و با وجود که اینا خوراک هم میخورن و نمیترسن این همه که کفش بپوشن همچنین در این زمان نمیترسیم که نپوشن خب و همچنین که در این زمان مجازه که اینا صندل هم بپوشن خوبه بیاد براشون کفشای پارچه‌ای یا پلاستیکی بخره که در روز کیپور اونا رو بپوشه و اگر که کفشای پلاستیکی یا پارچه‌ای نداره میشه سبک بگیرن که کفش پوستی بپوشه به خصوص اگر که هوا سرده و این بچه اگر بخواد بدون کفش بره تو خیابون ممکنه سرما بخوره یا یعنی اینکه در نزدیکی خونشون نزدیکی اونجا خورده شیشه ریخته و باعث میشه که بره تو پای بچه بله بله خب بفر ادامه بدید یا کیپور از دور به تشمیش همیتا در روز کیپور ممنوعه در روابط زناشویی یا کیپوریم از دور به تشمیش همیتا روز کیپور ممنوعه به تشمیش همیتا به آسو دوستان ایما به میتا افیلوهو به بیگدو وهی به بیگدا و آسوره که بخوابن با اون و آسوره که بخوابن با اون در تق حتی اگر که با لباس خودشه و اینم با لباس خودشه به نوحگیم لحسور افیلو نگیا به ایشتو و رفت دارن که ممنوع میکنن حتی لمس کردن بزنه شیلو هایا نیدا مثل اینکه اون نیدایه بین بلیلا بین بیوم چه در شب و چه در روز او مهم سوره متعال لحشتیت لا به یوم میدو لیدا در مکان
مجازه که لحاشید خوشید میشه چی؟ لحاشید یعنی دراز کنن دراز کند به او در روز دستش را به دسته او نگیاش اینش درخی و یا لمس کردنی که برای دوست داشتن نیست تماس محبت نیست. پس گفتیم که کاملا باید جدا باشن، کاملا باید جدا باشن، چه شب چه روز. حالا اگه مجبور شد چی؟ میشه یه چی بده دستش، مسئله این نیست. یه تماسی که انزوی محبت نیست مجبور شد، بیمگم سورخ مجازه. بله شماره بت بت نفر دار خیبو کنی شوق به یه مکی خوریم فرسته هست که ممنوع کنه خیبو میشه چی هدانی؟ خیبو یعنی آغوش گرفتن و نیشوق هم بوسیدن در روز کیپور، در آغوش گرفتن و بوسیدن. اول شهر خوبات شهاب و این چیه؟ بله سایر دور شدن ها، سایر دور شدن ها که آورده شده در شورخان آروخ یورده ها سیمان قوف سامع صادقه، مثل که نشینه بر تخت مخصوصش نیره، به نظر میرسه که لازم نیست که سخت بگیره. بله صفحه بعد. بله افشیتا شن تاریخ لحق میر به یسی و ایما از تفتال اخد همیت ندنه افشیتا و متشه شده که لازم نیست که معلومه برای اینکه بخواهی که پاشوت یعنی معلومه ساده است. پاشوته که معلومه که لازم نیست که سخت بگیره که بنشینه با او بر نیمکتی که بر یه نیمکت که تکون میخوره. میت ندند یعنی تکون میخوره. بله داره از سفارده نوحکیم لاغل بازه که هم به نیجا که اینک سفارده ها رست دارن که تبا بگیرن در این همچنین در مورد نیجا. بله بله پس اینجا گفتش که بفرمایید میگه که اینجا گفتش که درسته که آسور کنیم در آغوش گرفتن و بوسیدن رو در روز کیپور، ولی سایر دور شدن ها مسئله این نیست. مثلا روی تخت زنش بشینه اشکال نداره، نمیخواد سخت بگیره. و همینطور هم گفتن که رو نیمکتی که تکون میخوره، میگه که نمیخواد سخت بگیره اشکالی نداره. ادن یعنی روی تخت میشه بخوابن؟ نه اصلا نه گفت بشینه. آدرسمون ازم صفحه 234 صفحه 234 بالای صفحه شماره گیمل میخواییم بخونیم. ببینید اینجا میگه که اون که گفتیم روی تخت نمیتونن بخوابن به هیچ وجه، و ولی خب میخواد بشینه رو تخت زنش 5 دقیقه بشینه، ولی در ایام معمولی آسوده وقت زنش پاک نیست. ولی الان میگه سخت نمیگیری. دقیق میکنید چی میگم خدمتون؟ بله دنی تا در ابا. بله درخشون بذارید من ادامه بده دنی. بله یه لحظه من یه چیزی ببخشید من علمی خیا بفرمایید. من یه علمی خیای بگم برخط ادونای الهن و مل خولام علمی خیا و لخل کلا بطن و دستاده و عرز خونده تو باور خواه شراسی تا به نخند تا لعبوتنو به خور می پیریا و لسوامی تو باه رخم ادونای الهن و علین
و اهل اسرائیل ما قبل از شاهی میلاخ و لستگم شکن که وداخ و مزبخاخ و لخلاخ و اونه یه اسرائیل میلاخ و دشمی مهرا به یامنو و علین و لطخا و سمخن به منه و بار خالی اقشا و تورا که تو میتو لکن و دل خادنای لحن و اهل حارس و همیشا و لخلکالا برخط ادونای اهل حارس و لمیخیا برخط ادونای الهن و ملک اولان بوره نفشات ربط و خسرونان اکن مرش بارا تا لخیوت باهم نفش کلخی بارخی اولامی خب سلامت داشتید ادامه بدید از نم میلا ببخشید ادامه بدید بخوابت این ملها را اگره بیام هنگی کنیم هم طول اسپا به سخریت که دلی سله هنگی که میبینم بری در روزه کی بود ممنونه که تبیلا بره در صبح به خاطر اینکه تبیلا بخونه از این رو در پا تمیل اسپا به میگوه تهران حتی طریقه همیشتگیش که تبیلا بکنه در نیمه تهران بخین از رو لولیش بخ از گفو اشتاقبین نعیم و همچنین ممنونه که بریز و جسمش نه قب آب افر پیش میتوین ایسلل به تهرا همچنین با وجود این که نیت داره که تفیلا بخونه به صورت فال و هم رو خامنو دخونم نبراها هرو اقری به یوم حکی پوریم یز اگ یعنی لخیی افر اشانا و گفتن خامنو دخونم نبراها آنچه میبیند غری در روز کیپور بله یعنی نگران باشد ایدعال یعنی نگران باشد برای زندگیش تمام سال به ایم الله تالو شانا و اگر به ایم آن تالو شانا و اگر بالا از برای او سال مفتخ باشه و بین حالان حبا ایمان داشته باشه که اون اهل اولان حباه که به بعدای حالون رو هایون رو زخویون ربود اشتهگین و آلات که حتما داشته زخوت زیادی اشتهگین و یعنی که آماده شده برای ماگن شدن سپر شدن ماگن شده برای او گیره زره یعریخ یامین ببینه دیده میشهد برای میبیند یعنی خواهد دید زره یعنی بچه هاش رو میبینه نسلش رو میبینه به یعریخ یا این طول هم پیدا میکنه بله خوبز منحظه افتار لیستوس ایا زو بریبوی ها اخیلا و در این زمان امکان داره که آویزان کنند این دیدن مربوط کنند لیتلوت لیتلوت یعنی مربوط کند این دیدن را نه دیدن غری مربوط کند این دیدن را به کسرت خوردن بله چون که به طور کلی زیاد خوردن و نوشیدن در آدینه روز کیپور بسته میشه بله او ایلو میسنا به طور کلی ایربا به اخیلا زیاد کرده یه به طور کلی خیلی خورده و نوشیده در جمعه کیپور و طبق علاقه جای نگرانی نیست یعنی اینجا امروزه میگه میتونیم وابسته کنیم چون گفتیم روز کیپور قبلا خوندیم که روز کیپور میسوایی که بیشتر بخورن خیلی بخوره و میگه وابسته میکنیم به او نمیخواد نگران باشه اصلا خب میکن مقام به هر جهت رئول و لحیت خزق به یاتر بریم و تطورا به هیت میدا و به هر جهت شایستف برای او که قوی کنه بیشتر در آموزش قوی باشه بیشتر در آموزش تراشت به هیت مدعه به هیت مدعه به هیت خزق یعنی خودش رو قوی کنه بسیار در آموزش ترا به صورت مستمر بله اختهو اصیق و ترا اوزیکوی حربیم هلو لیخشوش و موقعی که اون مشغول به تورا و به زیکوی عربیم نباید به ترسه این شمیل میسوا دو یاد عدوار را زیرا شمیل میسوا کسی که نگه دارنده میسوا خداونده نمیدونه موضوع بعد خبر از بدی نداره میتونیم بگیم نمیدونه موضوع بعد این میخواد بگه خبر از بدی نداره این بدی بهش نمیرسه بله بله به انشاءالله
یسپور تک به مسایه یوم کیپوریم و اگر امکان داره برای تبیرا کنه فورا در مسایه یوم کیپوریم. بله بله بله. اینجا میفرماید که کسی که روز کیپور یا شب کیپور فرقی نمیکنه قری شده، قری دیده، محتلم شده، ایشون نباید آسوره که تبیلا کنه، صبح بره تبیلا. حتی اگر همیشه هم به خاطر قری میرفته تبیلا، اینجا نمیتونه بگیره، کیپور نمیتونه بره. میخوام میتونه نو قب آب بریزه رو خودش؟ میگه نه، اونم نه. میگه خب ولی ناراحت باشه که چرا یه اتفاق افتاده. حالا اگر سال از او گذشت به خیر گذشت سالش، مطمئن باشه که اهل علم عباس یه اطمان زخوت زیادی داشته که ماگنش شده و نسلش رو میبینه طول عمر پیدا میکنه. میگه ببین در امروز در این زمان چون که روزی که پول میسوایی که زیاد غذا بخورن و نوشیدنی و خوردنی رو زیاد کنن، اینجا میفرماید که وابسته میکنیم قری شدنش به این مسئله و جای نگرانی نیست و شایسته است که بیشتر تورا بخونه، آموزش تورا زیاد کنه. موقعی که مشغول تورا و زیکوی عربیمه مردم رو میسوا کار میکنه، خطری نیست، شکی نیست، ناراحت نباشه. حالا اگر بشه که بعد از کیپور بره تبیلا که خیلی خوبه. کسی از دوستان میخواد بخونه؟ کسی دیگه است بخواد بخونه؟ بدنی مسئلا بفهم. سلام عزیز. سلام، بر خواب تو با عدنی مسئلا. یعنی شما میگید اگه مثلا یه همچه اتفاقی براش افتاد حتی نمیتونه خودش آب بزنه؟ نه نه نه، خودشو یعنی که رو بدنش همون قسمته چیزی نداره، بلده بشوره کم، لباس زیرش رو عوض میکنه، لباس زیرش رو عوض میکنه، یعنی رو بدن نباشه، همون قسمته یک کمی تمیزش میکنه. خب یعنی منظورت اینه که اگه کم آب استفاده کنه مجاز؟ بله کم کم مسئله ایست، کم مسئله ایست. و عدنی مثلا یعنی اگه مثلا یه همچنین اتفاقی که پول بیفته نشونه بدیه از امروزه؟ چیزی شما میگید؟ امروزه نه، امروزه وابسته میکنیم به غذای زیادی که خورده، خوردنی و نوشیدنی زیادی که روز جمعه که پول خورده، ولی در این میگیم جای نگرانی نیست، ولی تلمود تورا و زیکو عربین زیاد کنه. تلمود تورا مخفر عربه. سلامت باشید. کسی از دوستان میخواد بخونه؟ کسی دیگری هست بخواد بخونه؟ خب ادامه بدید. خواهم شم تو ادامه بدید ازم. بفهمید بفهمید. بخوابید. این قطعا به یام حکی پوریم. قانون بسته در روز کیپور. الف قطعا تخود میگیر سه شهرشانی این رو میتنده که لال به یوم حکیف بوریم. بچه کوچکتر از سن 9 سال تحنیس نمیگیره اصلا در روز کیپور و افیل و تحنیس شعود و حتی تحنیس ساعتی و اف این حروس لحیت اند مخیم به یادو امخیلیم اوتو و همچنین اگر میخواد که تحنیس بگیره مانه میشن به دستش و به خوراکی میخورننده. بلاخن یهش لحیز داره زدت لغاتانیم ایلو لخور و لشتوز دیسنه شیال خور لبه تکه نیست و بنابراین بایستی که برحضر باشه که بده به این بچه ها که بخورن و بنوشن قبل از اینکه بروند به کنیسا. لغاتان به تششتانیم و بچه به سن 9 سال شلمود نه سال کامل مخنخی موتور لشاول تربیت میکنن اون رو برای ساعتی امیدنه و تنیز میگیره که این های آرای گیل لخور بشه یا شمانه به بوقه که اگر عادت داشته که بخوره در ساعتی که میشماره در روز. این درسته؟ بله، اگر که عادت داشته که بخوره در ساعت 8 صبح میخورونن اون رو ساعت 9 یا 10،
صبح ساعت 8 غذا میخورده، حالا 9 یا 10 بهش میدن، یکم دیرتر، دیشب هم که نخورده. خب پس بله. بالای 9 سال صبح به جای 8 9 بهش میدن. ادامه بدید. آیا رگیل لیخول به ساعت شب واقع عادت داشته که بخوره در ساعت 9 در صبح محقی نیما تو به آثار و احد آثارا میخوانند اون در ساعت 10 یا ساعت 11 هکل لفی کو و خمه همه چی بسته به قدرت اون بچه ملفی مزوگو به تاب او به تاب او و بر طبق مزاجش یعنی مزاگو یعنی مزاجش و طبیعتش. بله بلاخن الهواریم لاشیم از اینی لاسیم 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 یوخه سی آخل و یشته تهوگان و بنابراین وظیفه بر والدینه که قرار به دسته سنتر یعنی مبازه بهش باشن به ایره بیو حکی پوریم در آدینه روز کیپور سیاخت و یشته که بخور و بنوشه به طور شایسته اول هر بسلوز به شتی ها وضعیت کنن برای اون در نوشیدن که دهش دلو یک ماه به یستار یخیشتوز به لیو حکی پوریم به خاطر این که تشنه نشه و لازم نشه که بنوشه در روز شب کیپور و این هیچ آره به لیلا اون وقتش دیشتوت یه اجده حقیل لحش خودتو و اگر که برانگیخته شد در شب و خواست که بنوشته باید تواتی گیرن که بنوشانند به او بر ایت آره یعنی بیدار شد. اگر بیدار شد شب بچه 9 سالشه بیدار شد گفته آب میخوام بهش میدن ناراحتش نمیکنن. پس اینجا ما یاد گرفتیم دو تا نکته رو گفت، زیر 9 سال و 9 سال به بالا. زیر 9 سال اصلا نمیخواد بره، هیچ، حتی میخواد برم میگیم نرو. ببینید نکته است، زیر 9 سال حتی اگر میخواد بره میگیم نرو. خب حالا 9 سال چی؟ 9 سالش شده کامل، میگیم ساعتی بخوره، نو میخورده ده بخوره، ده میخورده یازده بخوره بعد طبق قدرتش، و جمعه کیپور هم خوب بخوره، خوب بنوشه که قدرت داشته باشه. اگه هم شب بیدار شد گاب میخوام بهش میدیم. بفرمایید شماره بت. بریم سر 11 سال. قطعاً شش نیم یود الف تن به یوم خواهد از که تکمیل شده برای اون اخر از سارا یعنی 11 سال و یک روز بین زخار بین نقبا که پسر از دختر این یادو و لهوریو لهورام لهو لهو لهوریو فکر نمی کنم باشه لهورابه. بفرمایید. اگر معلومه برای والدینش که اون سالمه و میتونه که تنیس بگیره تمام روز یز انده کل حیام تنیس بگیره تمام اون روز به این لاف عدیس انده الا از خستات حیام و اگر نه تنیس نگیره بلکه تا نیمه روز او بیزمنده نوشه این حق تنیم بری این کل کاف و در زمان ما که بچه ها سالم نیستن این همه بلو مستوگلیم و هیز انده یوم شالم کارا اوی بلو مسوگالیم یعنی مساعد مساعد نیستن که تعنید بگیرن روز کامل شایسته. بله نه از تحسنیم یود بتانا و جوانی که تکمیل شده برای اون 12 سال به نه اراش تحسنیم یود الفشانا و دختر جوانی که تکمیل شده برای اون 11 سال ایت انو از خصوص حیام به لویوسف تنیس میگیرن تا نیمه روز و نه بیشتر به نه را بعد ستم استرش اشانا به یوم خواب و دختر جوان 12 سال و یک روز به نه ار به انشالوش اصارا شانا به یوم خواب و پسر جوان 13 سال و یک روز ایت انیم اون شلمیم هم دیگه هم تکمیل میکنن برفت
هیم هیم خلاصیم به یوده و فقط اگر که اونها ضعیف هستند زیاد یک لحیف یا از هیم رو به بایستی که مشورت کنند با دکتر دکتر آیا هسته و طبق قانونش انجام بدن به لحف میروازه کمروز میوترد و تخت نگیره در این تخیری اضافه شد که بار نهمار از دهی تجدیق حربه که قبلا گفته شده خیلی تجدیق نباد و افیل و این یه اشتاف اختفیقا لحف می و حتی اگر هر اشتاف اختفیقا که تخت بگیره کلشه یش خشنا کلسکانا کلشه هو آفدول لحف می مادامی که هست سکنا هر مقدار آسوره که صرف گیره. بله ببینید اینجا شماره بت میگه که 11 سال و 1 روز پسر و دختر. اگه میدونه که میتونه تمام روز بره بره، این هم میتونه تا زور بره، ولی این روزها چون که بچه ها مثلا ضعف به دنیا آمده و این همه قدرت ندارن که بتونن روز کامل برن، میگه که اذیتش نکن، یعنی سخت نمیگیرن براش. نه ششتیم یودبت شانا پسر 12 سال و دختر 11 سال تا نیم روز بگیرن. پس پسری که تکمیل شده 12 سال و دختری هم که تکمیل شده 11 سال تا نیم روز بگیرن. میگه چون نمیتونن میگه تا نیم روز بگیره. حالا اگه دیگه رسیده به سن تکلیف، یعنی دختر 12 سال و 1 روز پسرم 13 سال و 1 روز که کامل میکنن، حالا اگر اینا ضعیفن خدای نکرده مشکل دارن با دکتر صحبت میکنه، سختم نمیگیریم سختی گیری زیاد، مادامی که یه خطری هم هست آسوده که سخت بگیرن براشون. خوبه؟ شماره یه گیمل. سلام برخواب تو بفرمون. ببخشید، اگر یه پسری و یه دختری روز کیپور به دنیا آمده باشن و دختر 12 سالشه پسرم 13 سالشه، هنوز 13 سال و 1 روز یا 12 سال و 1 روز نشده، این چجوری میشه؟ ببینید روز کیپور که به دنیا روز کیپور که به دنیا اومده یعنی 12 سال و 1 روزشه یا 13 سال و 1 روزه، یعنی از دیشب. بله بله بله، یعنی کسی که کیپور به دنیا اومده شب کیپور دیگه خیابه، یعنی کسی که روز کیپور ایشون 12 سال تموم میشه، هنوز روز نشده. نه نگاه کنید، یه نفر امروز تولدش، دیشب امشب فردا تولدشه، فردا روز تولد ابریشا، تولد ابریش فرداست، از امشب که شب شد ما بهش عربیت میدیم بخونه، مشکلی نیست، یعنی از امشب سن تکلیفشه. 13 سال پیش ساعت 5 است به دنیا آمده، ولی امسال که از امشب تکلیفه، یعنی کسی که کیپور به دنیا اومده پسر 13 سالشه باید 100% تحلیل بگیره اگه سالم. دقیق میفرمایید؟ این 13 سال و 1 روز که میگه یعنی که ما مطمئنیم 13 سالش تموم شده، پا گذاشته تو 13 سال و 1 روز، یعنی کسی که امروز تولدشه از دیشب، کسی که امروز تولدش بوده از دیشب ستاره که در اومد دیگه تموم، فردا تولدشه از امشب که ستاره در اومد دیگه ایشون تکلیف. دقت میفرمایید؟ ادامه بدید. شماره گیمل. شماره گیمل اصول لگادون لیگ عبی و خالیم به یوم هکیپوری ممنوع برای فرد بزرگ که لمس کنه به خوراکی ها در روز کیپور الاله طرف لحقیل لغتان
بلکه به نیاز این که بخورن هست به بلکه اماتا رحیلا بیادن و مجاز برای اون و مجاز که بخورن هست به آن با دست بلاخه نخخام انا بروشل لغت خط این مول به تکنست و گود و فرود و بنابراین فرد خخام تشنش به سرش در سرش که ببره با خودش به کنیسا کیک یا میبه لطه لیبنا حفظن به سیوم ها همیداش یک شخرید که بده به بچه کوچکش در پایان لخش شخرید او شعاچه هو سام میدین خینوخ و در زمانی که اون این سام میشه چی؟ تنیسه؟ بله بله از قانون تربیت این لحش خطو و لحش خیلو نباید که بنوشانند به او یا بخورانند به او که ده شلول و سلمه حالا میسوا خینو به خاطر اینکه باعث نتود از او میسوا خینو فرد بزرگ سال نمیتونه در روز کیپور دست به خوراکی بزنه مگر اینکه بخواد بچه بده که بخوره و موقعی که میخواد بچه بده که بخوره با دست خودش هم میتونه به بچه بده که بخوره حالا شخصی که خواهمه نگفتیم نمیتونه نه میگه که آدم بزرگ بی خودی به خوراکی دست نزنه. چه کار داری وقتی تو به خوراکی دست بزن؟ خب حالا میخواد به بچه کوچیکش خوراکی بده. مجازه. میشه با دست بیاری بکنیم دهنش؟ میگه بله. متاره که به خوراند او را با دست ها. ولی آدم آینده نگره. بنابراین با خودش که از جمعه کیپور میبره کنیسا که بده دست بچهش وقتی که لحش شهرید خوندن. بفرمایید. حالا شخصی که خامه نگاه موقعیتش میکنه یون اگر که نیازه که برای بچهش که یکی میبه ببره که بده به بچه کوچیکش در پایان سفیلای لخش سحری حالا زمانی که در زمانی که بچه تحنیده ولی از قانون خینوخ نباید بهش خوراکی بزن که بخوره یا نوشیدن بزن که بنوشه به خاطر اینکه میسوای خینوخ ازش باطل نشه. یعنی در اون ساعتی که مثلا گفتیم که چی؟ مثلا گفتیم که 9 ساله ساعتی بگیره، خوبه؟ 9 ساله ساعتی میگیره. خب عیسی ارزن 8 صبح میخوره 9 صبح میخوره. حالا تو دستی ساعت 7 بیا بهش خوراک بده. نه چه کار داری بهش بدی؟ تو زمانی که اوشاش اوسام میدیم خیلوخ، تو اون زمانی که این بچه تعنیت از قانون تربیت، بهش ننوشان. مثلا گفتیم چی؟ گفتیم که پسر دختر 11 سال و 1 روز تا زور بره، 11 سال و 1 روز تا زور بره، تا زور که بره ساعت 10 صبح بیاد بدیش بخونه، نبرش کن. چیکار ده ساعت 10 بهش بدی؟ خلاص شد تا زور بره، تا زور بره دیگه. پس اون زمانی که تعنیت از قانون تربیت بهش نده بخوره دستی دستی. بله ادامه بدید. عدنی مخیلا اینجا به یادعیم به صورت عمدی یا با دست؟ با دست هم میتونی بهش بدی، یعنی با دستت بکنی دهنش تو قسمت گیمل قسمت اولش. شما بچه کوچیک داری، بچه کوچیک 5 ساله، بچه کوچیک 5 ساله بعد خوراک بکنی دهنش، بکن. اصلا 5 سال که اصلا نمیخواد 1 دقیقه هم تعنیت بره. خب میتونی میتونی بکنی دهن لقمه بگیری بکنی دهنش؟ بله. پدر عبادنی. بله. سیمان 2017 دین اوبروت امنیقود قوانین اشخاص حامله و کسی که به دنیا آورده نداریم. قانون موبارات و منیقوت یعنی زنهای عامله و شیرده، منیقوت یعنی شیرده. بله. هکل خیابیم دهی دنور بیوم حکیف پوریم همه موظف هنگی تحنیف بگیرن در روز کیپور و افناشه موبارات و منیقوت نیت انوات امشالمون و هم زنهای
اومشلیموت اومشلیموت و همچنین زنهای حامل و شیرده تحنیز میگیرن و تکمیل میکنن. به سخم 54 روی دوم نشته خزان و ولی ها یامیم نوراییم عمود 287 آدرس چیزی که میخواد بگی از این یک چیزی بله 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 میگه این مطلب رو از اونجا آورده آدرس میده. بله بگم بیزمنه اینو به همچنین در زمان ما ایشای شهی به خود شهی زنی که در ماه نهمه این هر یونا تقین اگر که هر یونا میتیدیم بله حاملگیش تقین یعنی مرتب و خوبه منظمه یعنی آراستن خوبه. میخواد بگه آراست حاملگی خوبی داره رو به راه مرتبه. بله و همچنین لاهی پیلا به فامیم قزمات و همچنین سخت پیلا سخت نکرده لاهی پیلا یعنی سخت نکرده در دفعات قبلیش ایزنه دفعات قبل سخت نکرده این سی باشه هستم یه حلول لگرامنه زغلاخ و لبرا نیست در لکه اون تنیز باشه معلول که باعث بشه نزغ یعنی حلول یعنی احتمال سببی نیست که اون تنیز احتمال داشته باشه باعث آسیب بشه برای خودش یا لعوبارا یا برای جنینش بلکه فقط به دفعات خیلی دور به موقعی خیلی دور بفرمایید. غلام ولی که زنی که نیتنب را به عزارت تیتولیم که حامل شده در عزارت تیتولیم میشه به ازرق به کمک رسیدگی ها بر طبق نظر دکترها یعنی یه زنی به سختی حامل شده یه کلی زیر نظر بوده دی نظر دکتر بوده تا عامل شده با سختی. خب یه خشای سکانه تفالا هست برای هست هست سکانه سخت شدن به شابعات هاریشانی سید هاریون هاریون یعنی در هفته های اول حاملگی یا زن به شعرن اوبرود بیشتر از سایر زنان حامله سری خالیش داد فخود فخود میخشتی اون لازمه که بنوشد کم کم از کمتر از اندازه کمتر از اندازه به دیشمورد معود المنوخا و مواظب باشه خیلی زیاد در آرامتید ولو تلقه به تکنسته و به کنیسان نره به تیتالل به شخی و و تفیله بخونه در به صورت تقریبا میشه چی؟ خابیده خابیده. بله ببینید اینجا چی گفت؟ ببینید اینجا سیف آلف میگه که زن حامله باید تعنید بره زن شیرده باید تعنید بره و کامل کنه. خب خب حالا مونده زنی که در ماه نهمه یک زنی الان در ماه نهمه چیکار کنه؟ میگه تحنید بره اگر حاملگیش مرتب و خوبه سخت هم نداشته و دلیلی نداره که این تحنید باعث آسیب بشه به خودش یا به جنینش مگر استثناء حالت خیلی دور. خب پس به طور کلی زنی هم که تو ماه نهمه تحنید بره حالا اگر یه زنی به سختی عامل شده زیر نظر بوده ترس سخت جنین داره تو به اصطلاح هفتای اول عاملگی بیشتر از سایر زنای حامله خب چی کار کنیم اینجا؟ پس زنی که با سختی عامل شده زیر نظر بوده حالا هم میترسیم که سخت کنه تو هفتای اول عاملگی بیشتر از زنای عامله دیگه خب باید بنوشه کمتر کمتر از شیور اون اندازهایی که بعدن میخونیم بهش میدیم بنوشه و هم مواظب باشه خیلی آرامش داشته باشه استراحت کنه کنیسام نره
و خابیده تفیلا بخونه. دقت کردید چی میگم؟ علنی مخیله؟ بله. زنا موظفن که برن کنیسا؟ نه موظف نیستن، نه اجبار ندارن. ولی تفیلای بله اجبار ندارن، ولی بخونن لخش مصاف، لخش شعری، دلوکین شما، شمع لخش بخونن. چرا نوشته؟ خب اینا دوست دارن برن، اصلا دوست دارن که خانوما دوست دارن برن کنیسا. کیپوره چیکار کنن بچی چی نرن؟ دوست دارن برن، برن. حالا اجباره؟ معمولا میرن. حالا اگه یه زنی نخواست بره نخواست بره، به شرطی که ساکت باشه، مزاحمتی برای آقایون به وجود نیاره، تو دید آقایون نباشه، اگه قرار بشه صحبت کنه یا که تو دید آقایون باشه، حواس آقایون پرت کنه، بچه هاش اذیت کنن، مسلمه که نرفتنش بهتره و اجباری هم نیست. تو خونه هرچی که طبق حلاخا مجازه اونا رو بخونه. رابط های سوالی هست بفهمونید؟ خواهش میکنم سالم باشید انشاءالله که آینده خیلی خوبی داشته باشید.